چی شد از رشته حسابداری به سینما اومدی؟ خب واقعیتش رو بخواییم، من رشته حسابداری رو به زور مامانم در واقع رفتم خوندم و هیچ علاقه هم بهش نداشتم. ضمن اینکه دانشجو بودم، خرج دانشگاه رو از کار هنری به دست می آوردم، از نقاشی دیواری گرفته تا کارهای دیگه. هنر برای من غریبه نبود و رشته حسابداری هیچ وقت نمیتونست مانع باشه که من به هنر نپردازم، و چون علاقه هم نداشتم واقعا نمیتونستم کار کنم. به هر حال وارد بازیگری شد. با نقشه و قصد قبلی بازیگری رو انتخاب کردی؟ اگه با قصد قبلی بوده، مسیر سختی رو پیمودید یا آسان؟ چه مسیری بود و اگر اتفاقی بوده چه اتفاقی؟ نه، با نقشه و قصد قبلی نداشتم. علاقه هم نداشتم واقعیتش به هنرهای دراماتیک. علاقه هم بیشتر به سمت تجسمی بود. ولی خب به طور خیلی اتفاقی، البته خیلی اتفاقی هم نه، من برای در واقع کمک به طراحی لباس در یک پروژه سینمایی قرار گرفتم و خیلی روی بازی‌ها خیلی زوم می‌کردم و هی فکر می‌کردم که اگر من بودم چه جوری بازی می‌کردم. همسرم به من پیشنهاد داد که حتما به کلاس‌های بازیگری برم و تجربه کنم بازیگری رو، و وقتی من در واقع با استاد سمندریان شروع کردم آموزش دیدن، آموزش تئاتر دیدن، خیلی به شدت علاقه پیدا کردم و ادامه دادم. من اصولا طراحی دوست داشتم، از بچگی طراحی می‌کردم بدون اینکه کلاس رفته باشم، یعنی خواست طبیعی این بود به این سمت. و قبل از اینکه بازیگری هم شروع کنم، هم طراحی لباس، طراحی اکسسوار و این کارا رو می‌کردم، نقاشی دیواری می‌کردم، نمی‌دونم، از این کارا، بیشتر کارهایی که هم فاند بود هم تجربه‌های جالبی بود. تحصیلات آکادمیک ندارم در زمینه هنرهای تجسمی. خیلی علاقه فردی بود. کتاب می‌خوندم، مطالعه داشتم تا حدی، و حدوداً 10-11 سال پیشم یه دوره کوتاه با شهریار حاتمی گذروندم و در نهایت هم باز پیگیر بازیگری شدم. چه کسی یا چه چیزی برای رسیدن به هدفتان بیش از هر چیزی تأثیر داشته؟ از موقعیتی که الان در آن قرار دارید راضی هستید؟ این همون موقعیتی است که انتظارش را داشتید؟ همسرم ایلا خیلی به من در راه رسیدن به هر هدفی کمک کرده، یعنی یک پشتوانه خیلی قوی بر من بوده به لحاظ پوش دادن و هل دادن و حمایت کردن و راه جلو پای من باز کردن، و من خیلی مدیونشم واقعا. ببینید، انسان کلن اساساً پرتوقع توی زندگی، من هم برهای آدمم و مستثنا نیستم. فکر میکردم خودم شاید بیشتر از این بتونم پیشرفت کنم تا الان، شاید زیاده خواهم، نمیدونم، ولی خب هنوز مونده به اونجایی که من دلم میخواد برسم، حالا چه به لحاظ دانش و علمی، چه به لحاظ جایگاه و کاری. پس از اینکه به این جایگاه رسیدید، برای تقویت توانایی هایتان برای اینکه در عرصه دلخواهتان موفق تر شوید چه کردید؟ من یکی اینکه معتقدم آدم در هر حرفه‌ای که مشغول به کاره باید هی خودش رو آپدیت کنه، یعنی چیزای جدید یاد بگیره. فکر می‌کنم هر چقدر آدم چیز یاد بگیره باز کمه در هر زمینه. من سعی کردم که همچنان ورکشاپ برم، همچنان تمرینات تئاتر داشته باشم بدون توجه به اینکه شرایط اجرا چطور خواهد شد یا چه اتفاقاتی خواهد افتاد. یعنی شده تمرین خالی هم برم فقط بدون اینکه اجرا بریم، تمرینات تئاتر رو داشتم. همین روندم دارم یعنی پیش میرم، فیلم میبینم، کتاب میخونم، ورکشاپ میرم، تحقیق میکنم، سعی میکنم با آرتیست های جهان بیشتر آشنا شم، کارشون دنبال کنم، از اینجور کنم.